هم باز نمیشه. برای اینکه فکر میکنم خیلی بحث مهمی بود و باید این جنبه های مختلف باز میشد وگرنه ما نمیتونیم جلو بریم. من برای همین نخواستم جلوی این صحبت رو بگیرم، برای اینکه فکر میکنم استراتژی رو نمیشه در 5 دقیقه گفت، استراتژی رو نمیشه سطحی بهش برخورد کرد. تعداد زیادی سوال در تکست داریم. من قبل از اینکه وارد اونا بشم که خیلی هم سعی میکنم بخونم و دوستان عزیز دقت کنید که الان میتونید صحبت کنید، یعنی هم ویدیوها و هم اودیو بازه. هر وقت من فیسبوک هم بستم که از نظر امنیتی مشکلی برای کسی نباشه، چون میدونم دوستانی از ایران اینجا هستن. میخواستم یکی دو نکته رو بهش اشاره کنم. یکیش اینه که در حقیقت استراتژی به تاکتیک تأثیر میگذاره. غیر ممکنه که ما بتونیم تاکتیک درستی رو اتخاذ کنیم در مورد یه واقعی مشخصی اگر استراتژیمون درست نباشه. من فکر میکنم نه فقط در ایران بلکه در سطح جهان چپ وارد اون مرحله شده که تاکتیک تعیین کننده استراتژی شده به جای اینکه استراتژی تعیین کننده تاکتیک باشه. من یه نمونه میارم در رابطه با ایران. خب واضح بود ما وقتی با تظاهرات زن زندگی آزادی روبرو شدیم، اکثر نیروهای چپ به جای اینکه برنامه‌ای داشته باشن دنبال روی وقایع روزمره بودن. یعنی اگه یه حادثه اتفاق می‌افتاد همگی می‌دیدی دنبال اون رفتن، اصلا مسئله اصلیشون شده. و طبعا وقتی راست اومد و سعی کرد سوء استفاده کنه از این حرکت انقلابی، چپ حسابی گیج شده بود. بعضیاشون سعی میکردن سازش کنن با این راست و اینکه نمیخواستن نیرو از دست بدن. بعضیاشون مسئلهشون شده بود که فقط راجع به این راست صحبت کنن بدون اینکه بدونن خودشون چی میخوام بگن. این یه جنبشه. در بریتانیا ما این رو در رابطه با این چند هفته و قضایای غزه خوب میبینیم. مثلا خیلی از احزاب چپ بریتانیا بعد از اینکه خب دوره جنگ عراق خودشون رو متحد هر مسلمانی میدونستند که مخالف حمله نظامی بریتانیا بود، حالا با چپی روبرو هستیم که حسابی افتاده دنبال حماس یا هر چیزی که مخالف اسرائیل باشه. دوستانی که صحبت نمی کنن لطف کنید میکتون رو خاموش کنید. وقتی میکتون بازه وسط صحبت دیگران قطع و وصل میشه. در حقیقت این هم درک ناقصی است از استراتژی، چون وقتی استراتژی نداری به نوعی دنبال روی حوادثی و این حوادث میتونه جاهای عجیب و غریبت ببرده. مثل اینی که مثلا یه حزب عمده چپ بریتانیا، حزب کارگران سوسیالیست، سوشالیست ورکرز پارتی، افتاد پی اینی که با مسلم بریتیش اسوسییشن اف مسلم BAM وارد اتحاد حزبی بشه. میخواست رسپکت رو با این حزب بزنه. و میگم تاکتیک تابعی است از به اصطلاح نداشتن استراتژی، باعث میشه تاکتیک های خیلی عجیب و غریبی گرفته بشه. در این رابطه این مسئله تاکتیک در رابطه با نوع اتحادهایی هم که شما پاش میرید تعیین کننده است. در نتیجه مشاهده کسایی هستیم که خب در رابطه با ایران اتحادهای عجیبی یا حداقل سکوت در برابر دشمنان طبقاتی براشون تعیین کننده شده و نمیتونن درست راجع به این قضیه صحبت کنن. منظورم داخلی نیست، چون مثلا وقتی که پهلوی غیره درگیر شدن، خب خیلی جریان‌های چپ ایرانی حداقل موضع‌گیری علیه اون رو شروع کردند، ولی چون نگرانند که اگر صحبت از سرمایه جهانی بکنند، اگر صحبت از امپریالیسم بکنند، ممکنه این اتهام بهشون زده بشه که همسو هستند با جمهوری اسلامی، که اتهام بیجاییه، چون جمهوری اسلامی همطور که اتفاقا تحلیل خوب شما نشون میده بهترین آلترناتیو برای این مقطع کنونی از نظام سرمایه جهانیه. به جای اینکه این رو بگن، حتی وقتی از سلطنت انتقاد میکنن نمیخوان یا نمیتونن صحبتی در رابطه با نظام جهانی سرمایه بکنن، خجالت میکشند، خودسانسوری میکنند یا عملاً تواناییشو ندارن که حتی یه مسئله ساده‌ای رو باز بکنن و اون وقت خودشون رو غرق میکنن در مفاهیم عجیب و غریبی. قرن 21 با قرن 19 که مارکس نوشته یا قرن 20 که لنین نوشته فرق داره. دنیای چند قطبی، بعضی افکار پست مدرنیست که اصلا نفهمیدنم با عنوان فاکت های تاریخی که عقل ما بی سواد های قرن 20 نمیرسه رو مطرح میکنن و فکر میکنم این جنبه ها رو خوبه که اگه بخواید مثالوار بهش اشاره کنید. نمیدونم میخوای این سوال رو جواب بدی بعد بریم این بحث منو جواب بدی یا اینکه برم سراغ سوالای دیگه؟ چند تا سوال رو جواب بدی. فکر کنم من یه مقداری پرحرفی کردم، اینا رو جواب بدی خوبه، بعد وارد سوالای دیگه بشیم. اجازه بده فقط من ریکوردینگ رو شروع کنم. حقیقتش من با صحبتات موافق بودم، ولی درست منظورت رو نفهمیدم. سوال یعنی چه نکته رو میخواستی من توضیح بدم؟ اگر یه ذره به ساچی میگم مشخص‌تر بگی. یعنی نمیخوام برم الان وارد بحث امپریالیسم و این چیزا بشه، خودمون یه میشه یه بحث طولانی. یه ذره به صدا کنکرت‌تر اگر ملتفت بشم منظور از سوال چی بود بهتر شاید بتونم جواب بدم. منظور من این بود که اگر استراتژی تاکتیک تعیین کننده است، پس استراتژی ما یاد میگیریم که چه تاکتیک هایی رو مطرح کنیم، نمیتونیم اون وقت در رابطه با مقوله‌ای مثل زن زندگی آزادی تاکتیک دنبال روی از وقایع روز رو داشته باشیم. و میخوام اینو میخوام باز کنیم و اینی که اون وقت نگرانی چپ از اینه که مبادا اگر از امپریالیسم صحبت کنه پس حتما مدافع متهم میشه به اینکه با جمهوری اسلامی فرقی نداره، اینو هم میخوام باز کنی و نقد کنی. این دیده به نظر من کاملا اشتباه برخی از چپ رو که نمیخوان نقدی از امپریالیسم مطرح کنن. الان هم خیلی هاشون مثلا حاضر نیستن یه نقد درستی از اسرائیل مطرح کنن، چون خجالت میکشن، به نوعی خودسانسوری میکنن. مثلا در رابطه با جنگ غزه میگن جنگ ارتجاعی بین دو ارتجاعه. خب جنگ حماس ارتجاعیه، ولی جنگ کنونی با حماس نیست، با مردم عادی فلسطینه. اینو میخواستم یه مقداری باز کنم. بله، ببین همونطور که خودتون گفتین استراتژی اصلا چرا لازم داریم؟ برای اینکه تاکتیکامون رو پیدا کنیم دیگه. یعنی برای اینکه بدونیم چجوری اشتباه نکنیم تو تاکتیکا. شما اگر میخوای به فلان هدف برسی یه دفعه مسیر عوضی نری به خاطر یه نیاز روز، به خاطر یه مصلحت وقت مشخص، به خاطر یه حادثه تاریخی. استراتژی تو در مد نظر داشته باشی. اگر استراتژی ما رسیدن به تحقق دو تا تکلیفه، مجلس مؤسسان، کنترل کارگری، رضایت ندی به این که من حالا برم فرض کن با سازمان ملل متحد شم برای مجلس مؤسسان. تاکتیک من حالا این باشه که برم با مثلا رضا پهلوی متحد شم چون اونم گفته مجلس مؤسسان. نه، من میدونم اولا برای حل او یکی تکلیف، یعنی تکالیف ضد سرمایه‌داری، من باید با اونا بجنگم. درچه از حالا بی خودی چرا برم با اون متحد بشم که فرداش میخوام باش بجنگم؟ از حالا باید اونو تضعیف کنم. از حالا باید توی این نبرد سر حتی مجلس مؤسسان با اونم بجنگم. یعنی ما مجلس مؤسسانمون رو خودش رو باید تبدیل به یه شعاری بکنیم علیه رضاشاه، علیه رضاخان، علیه اون کسانی که در دل حالا خود هیئت حاکمه ایران ممکنه فردا بیان همین حرف رو بزنن. یعنی اگرم فرض کنین موسوی میاد میگه بله باید مجلس مؤسسان، ما میگیم بله ولی مجلس مؤسسان یعنی چی؟ مجلس مؤسسان یعنی مجلس مؤسسانی که انقلابی و دموکراتیک باشه، ولی چه فایده ای داره؟ مجلس مؤسسانی که متکی به مردم باشه، نه متکی به شماها، نه متکی به اینکه رژیم بیاد برامون یه مجلس مؤسسان فرا بخونه، سازمان ملل بیاد مداخله کنه، نظارت کنه، فرا بخونه. در چه استراتژی ما به ما میگه که نباید واردی همچین اتحادی بشی با یه نیرویی که صرفاً به صورت سوری این شعار شما را قبول داره، یا فرزند سر حتی بسیاری از به اصطلاح خواستای دیگه، اون خواستای ضد سرمایه‌داری که در نظر نگیره جنبه دموکراتیک قضیه رو. بله مثلا تیپ فرض کنین مثلا اوجالان PKK در شمال سوریه، بله خیلی دموکراتیک، همه چی شورایی است، نمیدونم روستا همه زنان آزادن، نمیدونم همه تصمیمات رو شما میگیرید، همه اینا رو دارم. شما بخونید به صدا برنامه حزبی رو، همون ماکسیموم دموکراسی. باکونین هم نمیتونست همچین خوابی رو در ببینه که انقدر همه چیز آزاد و دموکراتیک. ولی این ور قضیه‌شو به شما نمیگن، اونم اینه که ارتشی اینجا هست که معلوم نیست دست کیه، دست به اصطلاح رهبری حزب، که میتونه اون بره به آمریکا معامله کنه، نفت از اینجا بخره بفروشه، نمیدونم هزار یک جور معاملات همچین تاریک و سیاه پشت پرده رو اون بالا پشت سر شما سازمان بده. تازه شما دست از پا خطا کنین هست که بیاد بزنه پس کلتون. یعنی این رو باید افشا کنیم دیگه. این رادیکالیزم به اصطلاح ضد سرمایه‌داری هم خودش اشکال ارتجاعی میتونه داشته باشه. اگر شما تاکتیکتون این باشه که با این میشه متحد شد، یعنی استراتژی رو فراموش کردی دیگه. استراتژی آزادی انسان هاست، استراتژی رهایی انسان هاست، نه اینکه حالا این قدم رو برداریم اون قدم. این میشه همون مفاهیمی که یه دوره تحت نام انقلاب مرحله‌ای میامد دیگه. خب حالا ما فعلا تکالیف ضد سرمایه‌داری رو بذاریم کنار، سر همین تکالیف دموکراتیک همه با هم متحد شیم. سر تکالیف دموکراتیک با هم متحد شدن نتیجهش میشه آقای خمینی. همون موقع نیای تو بگی غلط کردی، تو رفتی کمیته انقلاب ساختی. کی به تو اجازه داد به کمیته انقلاب بسازی؟ غلط کردی، تو اومدی کمیته چهاردگانه نظامی تهران اعلام کردی، تهران دست کمیته نظامیه. ما شوراها، ما کمیته های محلات، ما سازمان های زنان، ما سازمان های فلان، ما این وسط باید اینا رو تصمیم بگیریم. یعنی شما اگر بخوای اینو مرحله کنی، یعنی عملا میگی ما سرباز دم توپ نیروهای ارتجاعی بشیم برای رسیدن به قدرت سیاسی. الان تو اون دوره آخوندا بودن، بازاریا بودن، تو این دوره ضد انقلاب فراری، ضد انقلاب سلطنتی و بسیار بورژوایی فراری که اتفاقا همشون هم نقدن دلالی دارن میکنن با همین رژیم، همشون هم یه منبع درآمدشون دلالی با این رژیمه. فکر میکنین تحریما رو رژیم چجوری داره میشکوله، چجوری از آمریکا این همه جنس میخره بیاره، با همینایی که بعد این ورش تازه ضد آخونده هم هستن و طرفدار آقای رضا پهلوی هم هستن. خود آقای رضا پهلوی مگه نگفته؟ یعنی شما الان نگاه کنید، بورژوازی جهانی، ضد انقلاب فراری، همه به این نتیجه رسیدن آقا تنها شکلی که میشه این رژیم انداخت اینه که با یه بخش از خودش بسازی دیگه. این داستانا رو ول کنین که میشه رفت و نظامی و بگیریم و اینا رویاست. عملا ما باید یه کاری بکنیم که بخش از خود سپاه، حتی بخش از خود آخوندا رضایت بدن، با ما متحد بشن. اینه دیگه استراتژی اونا اینه. خب حالا تو که میدونی اینو همچی استراتژی رو دارن و دارنم میگن، حالا تو میخوای بری با اینا متحد بشی علیه خمینی، علیه خامنه ای، علیه این رژیم. خب این داری تیشه به ریشه خودت میزنی دیگه، داری در واقع اون ضد انقلاب بعدی رو تقویت میکنی. اتفاقا استراتژی بدون تاکتیک معنی نداره. تو نمیتونی استراتژی تیم باشه بعد تاکتیکات اصلا یه چیز دیگه، یا استراتژی رو فقط به صورت استراتژی میگی همینجوری تکرار کنی. استراتژی بدون تاکتیک که معنی یه سری قدم‌هایی باید ورداری که به تحقق این استراتژی برسی. بنابراین قدم‌ها باید متناسب باشن با اون هدف، نه اینکه ضد اون هدف. در رابطه با ماجرای غزه که به نظر من واقعا میگم دیگه اصلا همین پدیده نشون داده چقدر شرم‌آوره این آکادمیسیان ها، این مارکسیستا، به اصطلاح مارکسیستای ما که هی میان نشون بله دیگر دوران امپریالیسم گذشته است، دنیا نمیدونم مطابق گلوبالایزیشن همه چی رو عوض کرده است. شرم‌آوری این جفنگیات رو دقیقاً با یه حوادث میبینیم که چجوری یه نیروی مثل آمریکا و ناتو در واقع اونجا که لازم باشه هر چی که خودشون تا حالا هی اومدن و دفاع کردن و هی تو بوق تبلیغات به حقنه ما فرو کردن، فوری کنار میزن، فوری کنار میزن. ببینیم با پوتین در یوکراین چی کار کردن، حالا اسرائیل اصلا هر کاری که بکنه حق دفاع از خودش رو داره. خب چرا پوتین حق دفاع از خودش رو ندارد در مقابل ناتو؟ پوتین هم در دفاع در مقابل اکسپنشن ناتو این کارا رو کرده دیگه. خب چرا اون حق ندارد، این یکی حق دارد؟ برای اینکه این یکی امپریالیست است و زورش رو دارد که این رو اجرا کند. فکر میکنن امپریالیسم یعنی اونی که مثلا دولت ها بشینن با هم بجنگن. چون لنین گفته جنگ جهانی اول یعنی امپریالیسم، از اینو فهمیدن که فقط حتما باید جنگ بین کشورها باشه تا بگیم امپریالیسم. ناخر امپریالیسم میگن با هم متحدن بشن بقیه دنیا رو بچاپن، همینجوری که شدن از جنگ جهانی دوم تا حالا. آمریکاست همه رو شکست داد، مغلوب کرد تو جنگ. اصلا آمریکا چرا دیر وارد جنگ شد، جنگ جهانی دوم؟ روسیه بیچاره اون موقع همینجوری داشت کشته میداد، نیامدن بذار اروپا، روسیه، تضعیف بشن، سال آخر وارد جنگ شد. دقیقا به این دلیلی که چرا من بیخودی ضرر بدم، بذار این هم دیگه زهر طرف شود کشته به نفع اسلام است. بعد که همه اینا تضعیف شدن اومد وسط جنگ، بعدم همه رو گرفت دست خودش. امپریالیسم آمریکا، چرا حالا این پدیده رو چون امپریالیسم آمریکا همه چی رو گرفته دست خودش، میگه نه دیگه این دیگه امپریالیستی نیست دیگه، این هست نظم جهانی. نه خیر، نظم جهانی است که فرمولاشو آمریکا نوشته، کسی هم اجرا نکنه بازخواستش رو باید به آمریکا بده. خود آمریکا میتونه هر وقت دلش خواست اجرا نکنه، ولی هیچکی دیگه حق نداره اجرا نکنه. هژمونی دلار رو چجوری آمریکا مستقر کرده؟ با این هژمونی نظامی، با ناتو. بنابراین اتفاقا نه تنها امپریالیسم وجود داره، 100 برابر خطرناکتر از سابق وجود داره، 100 برابر وحشیتر و وقیحتر از سابق وجود داره. نمونهش رو جلو چشم خودمون داریم در فلسطین میبینیم. احتیاجی ندارم برم سر داستان اسرائیل، ولی هممون میدونیم، ولی باز من همه مشاهده میکنیم این روزا همش. بله بالاخره اینا که میخوان توجیه کنن به یه شکلی و خجالتی از اسرائیل حمایت کنن که بله بالاخره هولوکاست و بعد از هولوکاست بالاخره مجبور شدن این کشورها اسرائیل رو بسازن و درسته، آره حالا اینا هم یه ذره زیادی روی کردن، ولی شما نباید حق مثلا قوم یهود، ملت یهود رو فراموش کنید. بعد از هولوکاست مجبور بودن که اولا دولت اسرائیل بعد از هولوکاست تشکیل نشد، اصلا ربطی به هولوکاست نداره. زایونیسم 20 سال قبل از جنگ جهانی دوم آردی داره در فلسطین فلسطینی میکشه. همون 1921 22 23 24 شما برید اسناد کومینترن رو بخونید. کومینترن اون موقع نشریه در می آورد بین الملل سوم به اسم ایمپرکور، اینترنشنال پرس کارسپاندنت. اون موقع حزب کمونیست بود در فلسطین، قبل از اینکه استالینیسم بشه، قبل از اینکه استالین و اینا به زمان خود به اصطلاح اوج خود کومینترن، 10ها مقاله هست، تحلیل هست از اینکه چجوری انگلیسیا، امپراتوری انگلیس به خاطر اینکه جلوی انقلابات عرب رو بگیره اون موقع بعد از جنگ جهانی اول توی خود کشورهای عربی هم خیلی شورش ها و به اصطلاح اعتراضات توده‌ای به اصطلاح ضد امپریالیستی اوج گرفته بود دیگه. بعد از سالها امپراتوری عثمانی حالا افتاده دست امپراتوری انگلیس، همون موقعش این سندا رو بریم قشنگ تحلیل دادن که این انگلیس داره به خاطر جلوگیری از انقلاب عرب تشویق میکنه زایونیستا رو که بیان اونجا رو بگیرن که این یه پادگان نظامی بشه برای به اصطلاح غرب در منطقه. همین کارم که حالا هولوکاست شد یه بهانه‌ای برای اینکه این رو همه دنیا هم بقبولونن. ولی هولوکاست اصلا رب دلیل این نبود. میگم از 1921 این شروع شده و ادامه هم داره تا به امروز. اثنیک کلنزینگ دارن فلسطینی‌ها رو عملا از بین بردن دیگه، دارن از یه تعموندش مونده. این چند ساله دقیقاً پاک کردن منطقه رو از فلسطینی‌ها. هیچ ربطی به مسئله هولوکاست نداره. تازه حالا میشه حتی که بحث تاریخی که اصلا فلسطینی‌ها مگه کیان؟ فلسطینی‌ها خودش همون یهودیان که حالا مسلمون شدن دیگه، مگه غیر از اینه؟ اگر مسئله هولوکاسته، هولوکاست رو داره خود زایونیستا علیه خودشون را میندازه در فلسطین. الان فلسطینی‌ها اگر ژنتیک تو بری به اصطلاح حساب کنی به اونا خیلی نزدیکترن تا به عربا، هرچند عربا و به اصطلاح اسرائیلیا از یه ژنتیک مشترک میان، ولی ژنتیک شناسان دقیقاً نوشتن در این باره که فلسطینی‌ها اتفاقاً نزدیک اکثریت عظیم جمعیت فلسطین، اگه به اصطلاح سامپل تا الان تو بفرستی برای جنوم که به اصطلاح بگن مثلا بابات کی بوده، ننت کی بوده، از کجا اومدی، از چه رگه اومدی، خیلی بیشتر شبیه هم به هم تا به هر کس دیگه. برای من اصلا ربطی به هولوکاست نداره، ربطی به آنتیسمیتیزم نداره. یک پروژه امپریالیستی بوده از اول تا آخر و پروژه‌ای بودی که میگم نه اینکه کسی هم نمیدونسته، نفهمیده، بیخ گوشش بود. ما مبارزه کردیم علی این پروژه در کومینتر، قبل از اینکه کومینتر منحت بشه و دست استالین بیفته، یکی از اردوگاه‌های جنگ کومینتر بوده علیه امپریالیسم. جلوگیری از این به اصطلاح استعمارگری زایونیسم در منطقه. مرسی و فکر کنم شادم این دو سه تا نکته رو می‌خواستم. خیلی ممنون تراب. چند تا سوال در متن هست، دست یکی دو نفرم بلنده. من دو تا از اینا رو با هم میخونم، بعد 3 و 4 رو بعد میخونم. یه سوال اینه که این مسئله که دولت حاکم بر ایران نه حاصل نبرد طبقاتی بلکه حاصل تحمیل یک دولت از بالا بوده، چه اثری بر تکالیف و استراتژی انقلابی گذاشته؟ و در ادامه این یه سوال دیگه ای هست، از صحبت شما میتوان نتیجه گرفت که استراتژی انقلابی امروز در ایران مبارزه علیه دولت استبدادی سرمایه‌داری است؟ اینو اگه جواب بدی بعد من کامبیز رو میارم و بعد سوالای بعدی. بفرمایید. و ببینید در انقلابات دیگه هم این اتفاق افتاده، ولی در انقلاب ایران به یه شکل ویژه اتفاق افتاده. یکی شاید از اولین اشکالی است که در دنیا دیدیم که در واقع نیروی ضد انقلابی رهبری جنبش انقلابی رو واقعا گرفته. یعنی درسته که این ماهیت ضد انقلابیش از قبلا وجود داشت، ولی برای یه فازی در واقع رهبری کرده دیگه، جنبش ضد شاه. یعنی این پدیده رو ما ندیده بودیم تا حالا. این بورژوازی یه بخشیش که با به اصطلاح فئودالیسم میسازه، سرمایه‌داری رو از بالا میاره، تو انقلابات هم خب تزلزل نشون میده دیگه، میره طرف خود همون شاهه، میره طرف خود همون فئوداله، به یه شکلی میخواد جنبش انقلابی رو به اصطلاح ملایم‌تر کنه، به اصطلاح تند و تیزیش ازش بگیره، برای اینکه مبادا به اصطلاح این دستگاه دولتی به خطر بیفته. ولی آخوندا نه، یعنی یه چیزی که نمیشه انکار کرد دیگه. آخوندا در انقلاب 57 خیلی رادیکال ضد سلطنت بودن، ولی دلیلش اینه که آخوندا برمیگرده به لایه آخوندا در ایران و نقششون در وجه تولید آسیایی. یکی از ارکان قدرت بودن، همیشه بودن. حالا در دوران قدیم، در مگه دوره ساسانیان دین زردشت، حالا دین زردشت دوره ساسانیان با دین زردشت دوره هخامنشیان از زمین تا آسمون تفاوت داره، ولی دین زردشت زمان ساسانیان مگه جامعه رو داشت کاستی میکرد، کاست دهقان، کاست فلان داشتن ایجاد میکردن، شورش های علیه خود به اصطلاح دولت ساسانی بین خود زردشته. یه دلیل عمدهش این بود، تبدیل مثلا انسان ها به کاست. یعنی وجه تولید آسیایی بدون این دوتا نهاد اصلا غیر ممکنه، سلطنت مذهب. سلطنت میچاپه، مذهب توجیه میکنه و دلالی هم میکنه. یعنی بین این دوتا یه جایی که سلطنت زیادی میچاپه، مثلا میاد هوای مردم میگیره، یه جایی که به اصطلاح سلطنت میخواد که مردم رو سرکوب کنه، خودش پیش قدم میشه به بهانه اسلام سرکوب میکنه. یعنی این بازی بین مذهب و سلطنت اصلا یکی از ویژه های بچه تولید آسیایی، در هندوستانش اینطور بوده، در چینش اینطور بوده، در ایرانش اینطور بوده، در جامعه ما هم اینطور بوده. خب یه ارگان، یعنی یه نهاد قدرت دولتی، حالا اصلاحات ارضی شده، مارشال پلن آمریکایی برای کشورهای عقب افتاده اجرا داره میشه. خب این تقسیم اراضی، آزادی زنان، کمیته های به اصطلاح ایالتی و ولایتی دیگه، یعنی شهرداری ها، حکومت های محلی. در واقع اختلاف دستگاه شیعه با شاه سر این ستا بود دیگه. آزادی زنان به خاطر آخوندهای مرتجع ناراحت میشن، تقسیم اراضی، حالا چشم به زمینهای وقفی دوخته میشه، زمینهای وقفی ما هم بخواید تقسیم کنید. شهرداری یعنی چی؟ یعنی میخوایم حکم قضا و نمیدونم فلان و این چیزها رو در محلات، اینا دست آخوندا بود دیگه، از ما بگیرید. سر اینا بود که شورش کردن و شورشش هم جدی بود، چون منافع خودشون در خطر میبینن. ولی از طرف دیگه همین رشد سرمایه‌داری بعد از انقلاب سفید باعث شد که انقدر بسیار مناسبات پولی افزایش پیدا کنه، آخوندام خودشون کلی پولدار شدن. شما اون اواخر اصلا داستاناش هست، مثلا 5 سال مونده به انقلاب در میگفتن مثلا در بازار فلانی زیر میزش 500 میلیون میتونه قرض بده، ولی هیچ کار است، شهروند درجه دوه، برای اینکه آخوندا رو شاه زده کنار دیگه، بورژوازی مدرن صنعتی رو آورده سر کار. ولی به شکرانه همین سرمایه‌داری شدن ایران، رشد سرمایه‌داری در ایران، اینا هم حسابی پولدار شدن، پولای عظیمی به هم زدن. خود همین آخوندا و تاجرای بازاری وابسته به این آخوندا، بخش تاجر بازاری و آخوندی در 3-4 سال آخر به اصطلاح رژیم محمد رضا شاه جزو طبقات حاکمه محسوب نمیشد، برای اینکه از نظر منزلت اجتماعی کنار گذاشته شده بودن. برای از لحاظ اقتصادی شاید قوی ترین بخش سرمایه‌داری ایران بود، چون اونایی که با تویول شاه رفته بودن این کارا رو کرده بودن، اونایی که همین میگم بسیار تیر اول که در رفتن همش آخونده. ولی نه، هم پولشو دارن، اونا خودشون طبقه حاکم میدونن اصلا، بنابراین اومدن قدرت رو گرفتن. و این پدیده عجیب و غریبی که یه نیروی ارتجایی یه دفعه رادیکال هم میشه علیه مثلا سلطنت و بعد قدرت رو میگیره، به نظر من ویژگی این شرایط دنیایی است که در اون لحظه تو ایران به اصطلاح این تصادفات رو روی هم ایجاد میکنه دیگه. یعنی از یه طرف سرمایه‌داری شدن دوره بعد از جنگ، از یه طرف این نوع سرمایه‌داری شدنی که مستلزم اینه که یه مقدار به اصطلاح شکل و ظاهر سرمایه‌داری رو هم به خودش بگیره برای که در جامعه سرمایه‌داری غربی ادغام بشه. اینا باعث شد که یه لایه از طبقه حاکمه کنار زده بشه. حالا که فرصت انقلابی پیدا شده، این لایه میاد میشه رهبر انقلاب. نه اینکه انقلاب و اینا را انداختم، به هیچ وجه. انقلاب خواستای مردم بود، توده‌های مردم، به اصطلاح اولین جرقه‌هاش هم در شورش تهیدستای شهری دیدیم، در خارج از محدوده‌های جنوب تهران 3 سال قبل از 57 که ارتش مجبور شد حمله. یعنی جوونه‌های انقلاب رو از 3 سال از قبل از انقلاب داری می‌بینی. اعتصابات کارگری بود، این چند جا شورش‌های دهقانی بود، چند جا شورش‌های تهیدستان شهری بود، تا آخونده تازه میان وسط. ولی خب آخونده میان رهبری کلی رو میگیرن در دست. متاسفانه چپ نیرومندی هم ما موقع نداشتیم و چپ آگاهی هم واقعا نداشتیم که واقف باشه به خطرات این کار. افتادم دنبالش. درنچه این رژیم اومد اون دولت رو گرفت دستش. خب حالا اینجا یه مسئله پیش میاد، اونم اینه که یه دولت بورژوایی میتونه اشکال مختلفی از رژیم سیاسی بگیره دیگه. مثلا یه دولت بورژوایی میتونه مثلا دموکراسی پارلمانی باشه، میتونه سلطنت مشروطه باشه، میتونه رژیم فاشیستی باشه، میتونه رژیم بناپارتیستی باشه. ما همه انواع و اقسام رژیم‌های سیاسی رو با دولت بورژوا دیدیم. بعضی جا میتونه حتی ضدش باشه، متناقض باشه، هیچ نیامده زیاد تو تاریخ، ولی میتونه باشه. مثلا کومینترن اگر رفقا یادشون باشه 1921 تاکتیک جبهه واحد رو داد دیگه. در انتخابات آلمان اون موقع به حزب سوسیال دموکرات که شما چرا میبینید با بورژوازی میخوای ائتلاف تشکیل بدی، بیا با ما ائتلاف تشکیل بده، فشار بذارن رو سوسیال دموکراسی که بیا تو ائتلاف با احزاب کمونیست برای انتخابات. درست سر حالا مسائل مبارزاتی هم همین مثلا تاکتیک صادق بود، ولی عمدتاً هدف این تاکتیک انتخابات بود. حالا فرض کنین این موفق میشد، یعنی حزب کمونیست آلمان موفق میشد سوسیال دموکراسی رو وادار کنه به این ائتلاف، به یه جبهه واحد، و انتخابات رو میبردن. خب انتخابات رو میبردن، این حکومت سوسیال دموکراتیک و ائتلافی با کمونیستا که تشکیل شده میتونست حتی در تناقض با دولت بورژوا بیفته دیگه. فرضاً حزب کمونیست ساکت نمیشستش که فوری از این موقعیتش خودشون هم میگفتن، یعنی جزو بحثای سر جبهه واحد اینا بحث شده که اگر ما بتونیم به اصطلاح حکومت بگیریم دستمون، از پارلمان استفاده میکنیم برای بسیج توده ها بیایید مثلا فلان کار فردا بکنید. یعنی همه کارهای بسیج از پایین و حالا میتونیم با ابزار پارلمانی هم انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی یه تناقضی بین شکل سیاسی حکومت گاورمنت با استیت داره پیدا میشه، با دولت داره پیدا میشه. خب در ایران هم این پدیده شکل گرفت دیگه. شکل آخوندی درست داره اومده دولت بورژوا رو نجات داده و طبقات حاکم هم همه رفتن پشتش دیگه، دستگاه دولتی رفت پشتش دیگه، امپریالیسم رفت پشتش، آمریکا هم که رفت گادولو بقیه هم راضی کرد که چاره‌ای نداریم باید بریم پشت این، والا روسا میگیرن، والا کمونیستا میگیرن، والا دولت از هم میپاشه. حالا چقدر این خطر روسیه مهم بود که به نظر من حرف مفته، این حرف همیشه میزنن، بگذاریم از این ماجراش که بگذاریم، مثل کودتای 53 که به همین بهانه رفتن در واقع آمریکا رو راضی کردن که بیا کودتا کن انگلیسیا. حالا اینا به کنار، ولی این شکل سیاسی میتونه در تضاد بیفته. درست دولت بورژوا رو نجات داده، ولی این شکل آخوندی خب شکل متعارف بورژوایی نیست. ببین مثلا من بورژوا 5 میلیون دارم، شما 5 میلیون دارید، ما میریم سرمایه گذاری میکنیم. خب من حق دارم نرخ متوسط سود از 5 میلیونم رو توقع داشته باشم، شما هم نرخ متوسط سود از 5 میلیون توقع داشته باشید دیگه. یه دفعه گردن من ممکنه بره هوا، به شما تازه بگم 5 میلیونت هم نیار، ما خودمون بر 5 میلیون هم مفتکی از جیب میدیم. خب این چه نوع سرمایه داریه؟ نمیتونه دولت بورژوا با یه همچین شکلی از رژیم دوام دراز مدت بیاره. اینا صرفا یه شکل متفاوت نیست، تناقض هم داره. یعنی حداقل میشد توقع داشت که یه ذره انقلاب شکست که کامل بشه، اینا طبقه کارگری که سرکوب کردن، بسا اوضاع که یه ذره آروم شد از نظر خطر انقلاب، از نظر بورژوازی جهانی. خب حالا رژیم اسلامی هم خودش رو تعدیل کنه دیگه، خودشو به اصطلاح بورژوایی تر بکنه، مثل دوره روحانی، دوره رفسنجانی، و داشتم میکرد. ولی خب نشد. به نظر من چرا نشد؟ یه دلیل عمده‌ش هم خود باز ماهیت خود آخونداست. آخوندها یه لایه‌ای هستن، یه کاستی، به قول اون رفیق راه کارگرم که اسمش گوشون کاست، یه لایه خیلی ویژه‌ای هستن، یه منافع خیلی ویژه‌ای دارن. از این دوره صفویه تا حالا این بخش حکومت بودن، خودشونو ابزار حکومت. اصلا این حرفا معنی نداره. یعنی چه تناقضی؟ اصلا اونجوری که ما میگیم درسته، سرمایه‌داری این حرف همش کشکه، اون حرفی که ما میزنیم درسته. بنابراین به نظر من دلیل اصلیش ماهیت خود آخوندا بود و زوری که داشتن، به خاطر اینکه جامعه مدنی رو شکست دادن و به صلاح انقلاب رو تبدیل به ضد انقلاب کردن، حالا قدرت این رو هم دارن که اصلا دولت بورژوا رو نادیده بگیرن. به تدریج تضعیف کردن این دولت بورژوا رو تا جایی که امروزه به نظر من رژیم اسلامی دولت رو عوض کرده تا دولت بورژوایی بخواد رژیم اسلامی رو تعدیل کنه. و این از این لحاظ چه تأثیری در انقلاب ما میذاره؟ اینه که خب ما حالا با یه رژیم خیلی وقیح‌تر به اصطلاح سرمایه‌داری مواجهیم دیگه. از این اثر به نظر من ما هم میتونیم از این تاکتیک استفاده کنیم که حالا ضد سرمایه‌داری بودن و کاملا عجین کنیم با ضد رژیم ولایت فقیه. یعنی این دوتا رو بگیم یکی هست، باید با هم بزنیم. اتفاق خیلی راحت‌تر مردم این رو خواهم فهمید. توده‌ها خیلی ذهنیت توده‌ای برای فهم این الان اتفاق خیلی آماده تره. یعنی از یه لحاظی به نفع ماست برای بسیج مبارزه علیهش. سوال دومیتون حقیقتش یادم رفت، اگه دوباره بپرسین یاسمن جان اجازه بده از کامبیز خواهش کنم من سوال رو دوباره پیدا میکنم. کامبیز عزیز شما سوال تو مطرح کن، بحث تو مطرح کن، بعد من این دومی و یکی دو تای دیگر رو میخونم. بفرما کامبیز. باید بتونید آن میوت کنید، اگر مشکلی هست به من بگو. خیلی ممنون. بفرما. من اینقدر هیجان زدم که خودم قاطی کردم. واقعا عالی بود تراب جان. خیلی به نظر من مثل یه تفسیر عمیق تئوریکی که اون زمان ها من سالها بود دیگه رفته بود، همه حرفای روتین میزنن و مثل اون مثلا پانکوک و روزا لوکزامبورگ و تروتسکی و لنین. این قضیه‌ای که تو اومدی مفصل بندی مناسبات و ساختار اجتماعی حاکم بر جامعه‌ای مثل جامعه ما رو وصلش کردی به شرایط امکان تولد و گسترش سرمایه‌داری توی همچین جامعه‌ای. خیلی قشنگ الان و از اون برم اومدی این دوتا رو به هم وصل کردی که چطور خواستای دموکراتیک و خواستای سوسیالیستی که مارکس میگفت دیگه دورش گذشته که اینا رو دو مرحله‌ای کنی، خیلی دقیق‌تر توی این مرحله اصلا به این همانی رسیده. یعنی آیدنتیتی این خواستا خیلی این جالبه که مثلا امروز برای اینکه من سرم و چارقد سرم کنم یا نکنم، خواست من اینقدر رادیکال میشه که کل مناسبات سرمایه‌داری تو ایران باید بر بیفته، یا اینه که نه، همین یه خواست کوچیکم از بین نمیره، این که من میخوام چه غذایی بخورم. یعنی ابتدایی ترین خواستا که حتی نمیشه بهش گفت خواستای دموکراتی، اونم بورژوازی ما نمیتونه، یعنی سرمایه‌داری ما نمیتونه. و به نظر من خیلی جالب نشون دادی که این ایدئولوژی کثیف اسلامی در واقع ایدئولوژی بورژوازی ایرانه، یعنی سرمایه‌داری ایرانه. نه چون این مسلمانای خورده مثلا عقب افتادن یا فلانن، اینا اینقدر وضع این بورژوازی خرابه. اون طرف رضا پهلوی هم الحمدلله هست که میاد و خیلی قشنگ همین مزخرفاتو خیلی بدتر از مسلمانا میگه من خودم میارم تمام پاسدارا و یگان ویژه و اینا رو میندازم به جونتون. بنابراین سرمایه‌داری ایران کوچکترین تقاضای مردم رو نمیتونه جواب بده. در نتیجه من کاملا باهات موافقم. به نظرم خیلی عالی که اینو توضیح دادی که یا ما یه انقلاب واقعا سوسیالیستی خواهیم داشت که خواستای دموکراتیک و خواستای رهایی بخش طبقه کارگر رو در عین حال، نه پشت سرم، در عین حال جواب میده و این از عهده ما بر میاد. اتفاقا الان دستمون پره، ما کمونیستاییم که اینو داریم، اونای دیگه بورژوا که نمیدونن چی میگن، وش پرت و بالا. یا این میشه یا اینی که همینطور که تو گفتی دوباره یه ضد انقلاب دیگه ای میاد که تازه نفس هم هست و اومده خارج کشور خوبتر یاد گرفته، میفته به جونمون که دیگه از اینم وضعمون رو بدتر بکنه. پشتیبانی از اونا یعنی در واقع تقویت موازهی که خودشون هم باور ندارن میتونن برقرار کنن و ما باید قشنگ اینو بدونیم و اتفاقا الان موقعشه که ما بردیم. الان موقعیه که تنها کسایی که اینو فهمیدن اون کمونیستای رادیکالی هن که از اول هم متوجه بودن که این چیزای آبکی اینا نمیتونه به جای برسه. به هر حال شلوغش کردم ولی خیلی خیلی عالی بود. دست درد نکنه. ممنون. ببخشید اینجا خیلی شلوغ شده. خیلی ممنون کاویز عزیز. دو تا سوال دومی که قبلا مطرح شده بود من میخونم، بعد سه تا سوال دیگه میمونه. در حقیقت تا حدی جواب دادی ولی این سوال مطرح شده که آیا از صحبت شما میشه نتیجه گرفت که استراتژی انقلابی امروز در ایران مبارزه علیه دولت استبدادی توی پرانتز سرمایه‌داریه؟ فکر کنم تا حدی جواب دادی. یه سوال دیگر هم با اجازه میگم برای که هنوز خیلی هم مونده. بعضی از تحلیلگران با تکیه به بحث شیوه تولید آسیایی به این نتیجه میرسن که کاپیتالیسم در ایران متعارف نیست و با این پیش زمینه روی وجه تولید کاپیتالیستی در ایران اسامی جور و واجوری می‌گذارند، از جمله سرمایه‌داری دلالی، سرمایه‌داری راندخوار، سرمایه‌داری کازینویی، سرمایه‌داری غارتگر و تعداد دیگه. بعضی با این مقدمات سعی می‌کنند بگویند سرمایه‌داری ما کاپیتالیستی به معنای عام نیست. ممنون میشم در این رابطه توضیحی بدهید و اگر نقدی به این نگرش داری نقدت رو بگو. این هم یکی از سوال ها بود. من نیکو در اختیار شما. مرسی. تشکر از رفیق کابیز. خیلی بهتر از من تو این اصطلاح نکته‌ای که من بخواستم بگم بیان کردی. دقیقاً من دیگه تکرار نمی کنم. از یه لحاظی اتفاقا وضعیت ما خیلی جالبتر شده، یعنی ما میتونیم توده عظیم رو مثل دوران انقلاب روسیه نیست که اینا فقط یه طبقه کارگر رو داشتن برای انقلاب، در واقع ما کل جامعه رو داریم برای انقلاب پرولتاری، ما کل جامعه رو داریم که میتونن واقعا برای انقلاب کمونیستی بیان به خاطر این شرایطی که این 40 ساله ایجاد شده در ایران. کل مبارزه برای آزادی رو ما میتونیم به اصطلاح یک دست کنیم اساسا. همه خواهم فهمید. ببین همین نکاتی که تو اون روز داشتی در رابطه با مفهوم مارکس از آزادی میکردی ما همین نکات رو شعار بکنیم همه میفهمن، همه لمس کردن با پوست و خونشون. و همین خاطر آره آفرین دقیقا مرسی از جنبندیت خیلی هم جالب. در رابطه اون سوال استراتژی، ببین به نظر من مسئله استراتژیکی روشن، استراتژی ما عاقبت انقلاب پرولتاریست، چیزی جز این نمیتونه دنیا رو، هیچ مشکل دنیا رو در هیچ جایی نمیشه حل کرد. انقلاب پرولتاری ولی انقلابی است که به اصطلاح توده وسیع مردم رو هم به دنبال خودش داره، به خاطر اینکه به دنبال خودش داره. حالا تصحیح کنم خودمو، تفسیر نشه اینجوری که یعنی به دنبال خودش داره این من رهبر اونم، نه، مشترکیم با هم، همه با همیم. یعنی اونا هم همون مثلا وزنه رو دارن در این انقلاب که هر انقلابی دیگه ای داره. انقلابیون یعنی میتونه توده وسیع مردم رو در بر بگیره. اتفاقا یکی از جالبی‌های وجه تولید آسیایی در همینه. شما نگاه کنی تو جامعه ما هم این سنت رو دقت کنی ریشش در کجاست. ببین توی جامعه ما مبارزه طبقاتی آنچنان به ریشه نداشته دیگه. یعنی یه دفعه این طبقه بفهمه من منافع ویژه‌ای دارم در مقابل اون طبقه. مردم علیه دولتن، تک تک ماها در مقابل دولتی، خودمون در مقابل دولت میبینیم توی این شکل استبداد آسیایی. این شکل رو تو انقلاب مشروطه رو نگاه کن، ببین مردم آخونده، تاجره، پیشوره، کارگره، دهقانه، همه با هم علیه به اصطلاح استبداد بودن. اتفاقا این رژیم آخوندی همچین شرایطی رو الان تو ایران ایجاد کرده که پروژه انقلابی در واقع انقدر جنبه های طبقاتیش مهم نیست که اتفاقا جنبه همگانیش، جنبه به اصطلاح تودهیش، جنبه به اصطلاح عمومیش، جنبه آزادی به معنی عمومی کلمه، این همه رو لمس خواهد کرد. از شاگرد دبیرستان گرفته تا کارگر صنعت نفت. منتها خب بعد اقدامات مختلفی بعدش باید کرد دیگه. میگم از دل این مبارزه، نهادهایی که میان بیرون، بعد چگونگی تحقق دادن خواست به اصطلاح کنترل کارگری بر تولید و توزیع. ولی از طرف دیگه مجلس مؤسسانی که واقعا انسانها رو آزاد کنه، نه مجلس مؤسسانی که دولت بورژوا بخواد بر ما انتخاب کنه. شوراها تشکیل شدن، کنترل کارگری بر تولید و توزیع هم در دل همین انقلاب به شکلی مستقر شده. یعنی نمیتونی اصلا فرض کنی که ما به یه شکل دیگه میتونیم همچین مجلس مؤسسانی رو فرا بخونیم. ماها نبود خواهیم بود، یه عده از بالا برای خودشون فرا میخونن. اگه مجلس مؤسسان واقعا دموکراتیک و انقلابی مد نظر استراتژی ماست، این فقط از دل یه جنبش انقلابی و جنبشی که بزنه دخل کل این دستگاه و بیاره میتونه بیاد بیرون. ببینید با اون ما چی کار میتونیم بکنیم. یکی از اولین انقلاباتی خواهد بود که شکل واقعا توده‌گیر انتقال به سوسیالیسم رو از همون اول در بطن خودش میتونه داشته باشه. این به نظر من خیلی نکته مهمتریه تا هر نکته دیگه. خیلی ممنون تراب عزیز. اجازه بده من همه اینها رو جمع آوری کنم چون بحث و زیاده. دوست عزیزی پرسیدن چند نمونه از تکالیف دموکراتیک رو قید کن، چون همین مسئله موضوع اختلافات زیادیه. اگه ممکنه اینو بگو. من اینو وقت میدم، بعد میرم سراغ سوال بعدی. حقیقتش من نمیدونم منظورتون چیه که اختلافاتی سر تکالیف دموکراتیک چیه منظورتون. به تکالیف دموکراتیک گفتم دیگه، علل اصول تکالیفی هستن که سرمایه‌داری رو زیر سوال نمیبرن. ممکنه تحت یه شرایطی حتی یه جامعه سرمایه‌داری تحققشون بده. فرض کنیم آزادی حجاب، فرض کنید آزادی بیان و تشکر، اینا حقوق دموکراتیک هستند دیگه. فرض کنید حق رأی همگانی، انتخابات آزاد، جمهوریت. اینا الزاماً تکالیف ضد سرمایه‌داری نیستن، سرمایه‌داری هم میتونه اینا رو تحمل کنه، ولی نه هر سرمایه‌داری. سرمایه‌داری که به هر حال مترقی باشه، سرمایه‌داری که هنوز در فازهای اولیه‌شه، به اصطلاح سرمایه‌داری دوران رقابت آزاد، سرمایه‌داری که وارد فاز انحصارات و بعدش این امپریالیسم و این چیزایی که بعد از اون اومده شده، نه اون حتی این پاسای دموکراتیک هم دیگه نمیتونه تحقق بده. حتی میبینیم تو این دوره در خیلی از کشورهای سرمایه‌داری مسئله ملی دوباره مطرح شده، یعنی اون وحدت ملی که صورت گرفت تا این دولت ملت‌های بورژوایی تشکیل بشن، الان خود سرمایه‌داری زیر سوال برد و ساییده. انگلستان، اسپانیا، فرانسه، شما نگاه کنید هر سه تا کشور مسئله ملی الان دوباره مطرح شده. حل مسئله ملی این خودش تکلیف دموکراتیکه، یعنی تکالیف دموکراتیک. بنابراین این تیپ چیزان دیگه تکالیف، من حقیقتش بخوام درست منظور سوال شما رو نمیفهمم که ببینم چی رو من میخواین توضیح بدم. اگر بتونین در تکست یه ذره این رو باز کنین شاید من بهتر بفهمم. ولی به هر حال بعد مسائل دموکراتیک دیگه یه مقدار زیادیش در واقع تکالیف دموکراتیک، تکالیف سیاسی هستند. دموکراتیک به معنی سیاسی کلمه، یعنی برای اینکه آزادی‌های سیاسی افزایش پیدا کنن، همین حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی بیان و تشکل، این تیپ چیزا. ولی صرفا اینا نیستن، مسئله ارضی، مسئله ملی هم جزوش میاد دیگه. آزاد شدن دهقانان از سرواج، از وابستگی به زمین، آزاد شدن ملیت هاست، لغو هر گونه تبعیض علیه ملیت ها، رفع هر گونه تبعیض جنسی، اینا همه جزو تکالیف دموکراتیک محسوب میشه. خیلی ممنون. من میبینم سارای عزیز وقت گرفتن. قبل از اون من یه سوال دیگه هم مطرح میکنم، چون تو تکست اومده، همچنان سوالای دیگه هم داریم توی تکست. رفیق عزیز نوشتن این پرسشی است در ظاهر ساده ولی به نوعی خلاصه اختلافات استراتژیکی است که در چپ ایران وجود داره. آیا سرنگونی امپریالیسم بر سرنگونی دولت سرمایه‌داری محلی مقدم است یا برعکس؟ میذارم سارای عزیزم سوالش رو منظورتون منم دیگه. بله شما اول بودین. من بله سارای بعدی. خیلی ممنون. نمیدونم اگر این زمان الان مناسب باشه، برای خاطر اینکه چیزی که من میخوام بگم ممکنه یه خورده طول بکشه تا به سوال برسم. اگر فکر میکنید سوال زیاده من صبر کنم. نه بفرمایید. در هر صورت نه بفرمایید. خیلی ممنون. رفیق تراب، توی این بحث امروز که شما ماهیت قشر آخوند رو در ایران باز کردین، بعضی موقع ها از قدرت آخوند در جامعه ایران شروع کردیم و اینکه به اصطلاح این قدرت در رابطه، لااقل این درک منه، اول اینو بگم، اینجوری من درک کردم که این طیف به اصطلاح که یکی از ارکان قدرت در جامعه تاریخی ایران بوده، از یک طرف به اصطلاح مورد پذیرش امپریالیسم قرار گرفته، از یک طرف دیگه توی بعضی از جمله هاتون اینطوری که من درک کردم این هستش که امپریالیسم در واقع از این قشر آخوند استفاده کرده. من نمیدونم این درک من درسته یا نه، ولی اگر میشه این رو باز کنیم، به خاطر اینکه به عقیده من فرق میکنه که آخوندا اون طیف از قدرت سیاسی ایران بوده باشند از زمان مثلا بگیم رضا شاه، حالا قبلش بذاریم کنار، که به اصطلاح وزنه‌ای بودن که مثلا امپریالیسم رو به طرف خودش کشیده و بهش امپریالیسم بهش بها داده. این خیلی فرق میکنه با اینکه امپریالیسم اصلا این قشر رو به قدرت رسونده، یعنی ازش در شرایطی استفاده کرده برای منافع خودش که نمونهش مثلا این آخوندهای مثل کاشانی و نوری و اینها باشن. یعنی آیا شما فکر میکنید اینا ابزار کار امپریالیسم در یک جامعه مثل ایران بودن یا نه؟ اینا یکی از ارکان قدرت بودن که امپریالیسم باشون کنار اومده. خیلی ممنون. ببین ساره عزیز، هر دوتاش با هم نقضی ندارن، یعنی هر دو کار رو امپریالیسم میتونه بکنه دیگه. همینجوری که یه جایی از این استفاده میکنه، یه جا از اون استفاده میکنه. این مسئله پیچیده ای نیست برای امپریالیسم. هر جا که هر چیزی که دم دستشه و اون موقع بهش کمک میکنه، سرمایه‌داری که نقشه دراز مدت نداره، دنیای هرج و مرج، هر لحظه یه اقدامی میکنه که 2 لحظه بعد میفهمه که این اقدام خودش اشتباه بود. یعنی فکر نمیکنه که مگه توی افغانستان نرفت به اصطلاح اسلامیا رو علم کرد به خاطر که روسیه رو بندازه بیرون از افغانستان دیگه. خب بعد خیر خودش رو گرفت، چون به هر حال اینا حالا قدرت گرفتن، چرا مثلا بیشتر نخوان. یعنی اینطوری نیستش که یه کسی که امروز تازه آلت دست توه فردا هم آلت دست تو بمونه. فردا ممکنه مستقل هم بشه، بالاخره نوکرها میتونن مستقل بشن یه موقعی دیگه. درشی من درست نمیفهم چه تناقضی هست، چه مسئله پیچیده اینجا هست. ولی از یه لحاظ تاریخی نگاه کنیم، امپریالیسم انگلیس از قرنها قبل ارزش آخوندا رو میدونست. در دهلی یه مکتب ساختن، آخوند پرورش میدادن، آیت الله پرورش میدادن. حالا آیت الله که میگم درجات رو باید بگذاری تا بشی آیت الله. من اتفاقا سعی میکنم از این واژه‌هایی که خودشون از خودشون برای خودشون به کار میبرن استفاده نکنم، مثل روحانیت، نمیدونم آیت الله فلان. نه، آخوند لغت خوبی برای همشون به نظر من. درنشین وارد این داستانا نشد. ولی انگلیس میگم آخوند پرورش میداد. حالا من اسناد تاریخیشو ندارم، نمیدونم تا چه اندازه درسته. میگن بابا بزرگ خمینی هم از همون مکتب اومده، اتفاقا در همون مکتب پرورنده شده. حتی زمان انقلاب مشروطه بولشویک ها هم واقف بودن به این. بولشویک ها اتفاقی هست، یه نامه از لنین هست در رابطه با انقلاب مشروطه به یه از کمردان نوشته برای داخلی، که اونجا اشاره کرده که یه سری از این آخوندایی که به اصطلاح در انقلاب دارن مداخله میکنن، در انقلاب مشروط 2 دستن. گفته هر یه دسته به اصطلاح وابسته به انگلیس هن، یه دسته شاید وابسته به روسیه تزاری هن. ولی اشاره کرده که تا اونجایی که از حقوق دموکراتیک که به اصطلاح مشروطه دفاع میکنن مترقی‌ان، تا اونجایی که نمیکنن یک کسی معلوم ازش سوال کرده ما چیکار کنیم با این آخوندهای توی انقلاب که شما هم قبلا گفتین هم میدونیم ارتجاعی‌ان. اون اینجوری تعلیقه، گفته بر اساس اینکه چی میگن، چیکار میکنن. اگه از حقوق دموکراتیک انقلابیون دفاع میکنن بله دفاع، ما هم دفاع میکنیم، مترقی‌ان. اگه نه ارتجاعی. یعنی میخوام و خبرم داره که نقدن انگلیسی‌ها دارن یه سری آخوند رو به منطقه ارسال میکنن برای کنترل مردم. انگلیس اینو ابداع کرد برای اولین بار و جالبه 1950s 1956 نمیدونم این موقع اسم طرف هم من حقیقتش یادم رفته، چند وقت پیشم گشتم توی اینترنت ببینم پیدا میکنم، دوباره نتونستم پیدا کنم. یه از این فیلسوفای انگلیسی یادم نیست حتی دانشگاه کمبریج و دانشگاه آکسفورد میاد یه تزی میده معروف به اسم تز Crescent of Crisis، هلال بحران. درست مثلا بحبوه جنگ سرده با روسیه که این تزش اینه که ما یه سری از این کشورهای جنوب اتحاد جماهیر شوروی که اسلامی هم هستن بتونیم اینا رو با آخوندا با اسلامیا تحریک کنیم، جنبه اسلامیشون رو تحریک کنیم، میتونیم یه هلالی بسازیم از بحران دور روسیه، دور شوروی اون موقع. یعنی میگن سیاست نوشته شده، بحث شده، به اصطلاح اون موقع جزو یکی از به اصطلاح پالیسی پیپرایی بوده که امپریالیسم انگلیس داشته سرش فکر میکرده. یکی از شاگردای این حضرت آقا آمریکا و همون کسی است که زمان کارتر که شاه میگن توی صحبت داخلی به آمریکایی‌ها گفته آقا چرا میخواین منو بندازین، چون اون فکر میکرده آمریکا داره میندازتش، این آخونده رو آمریکا آورده. چرا این فکر رو کرده؟ چون یکی از شاگردای همین آقا فیلسوفه حالا شده مسئول دفتر ایران در وزارت خارجه دولت کارتر. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست امپریالیسم آمریکا و انگلیس استفادهشون از آخونده اون جایی که به نفعشون بوده، اون جایی که میخواستن یه اهدافی رو دنبال میکردن. مگه حماس رو کی آورد؟ 78 چرا حماس یه دفعه علم شد؟ خود اسرائیل، برای اینکه الفتح به اصطلاح سکولار رو نابود کنه، برای اینکه جنبش سکولار فلسطینی رو نابود کنه گفتن اسلامیش کنیم دیگه، این آوردن علیه اون. حالا این شده موی دماغشون. حالا آیا واقعی و ظاهریش، حالا باز اونو تاریخ اثبات خواهد کرد، ولی به هر حال این پدیده ها همیشه تو تاریخ امپریالیسم بوده دیگه. نیروی ارتجاعی رو میاری برای استفاده ای، بعد همون نیروی ارتجاعی خیر خودت هم ممکنه بگیری. امپریالیسم چند بار از این کار رو کرده، منتها انقدر قدر قدرت فکر میکنه هست که خب میتونه بعد اشتباه خودش هم تصحیح کنه. به هر حال حقیقتش من نمیدونم، یعنی چه یه جا ممکنه رضایت بده به زور، یه جا خودش اصلا نقشه بکشه اینو بیاره برای یه کاری. هر دوتاش هم میتونه با هم بکنه در شرایط مشخص و کرده. خیلی ممنون. معذرت میخوام یاسمن جان یه نکته هم بگم، نکته جالبیه، خیلی شاید اینو ندونن، اشاره کنم به این دوره بعد از همپاشی صفویه، یکی از دورانی که این آخوندا دوباره مهم میشن. آخوندا دوره به سال صفویه در واقع اولش خیلی قدر قدرت بودن دیگه، ولی بعد سلطنت اینا رو در واقع به یه شکلی سر جاشون میشونه. یعنی با اینکه مذهب شیعه مسئله مهم دولت صفوی بود، ولی این آیت الله مایت الله ها رو سر جاش رو میذاره. اینا قدرت آنچه در مقابل سلطنت نیستن. بعد از اینکه از هم میپاشه دولت صفوی، خب اینا مستقل میشن دیگه. گفتم میرن زمینای وقفی رو همه رو تصرف میکنن، به اسم خودشون میکنن، به اسم دستگاه شیعه میکنن، میگن زمینای ماست، اینا رو خداوند داده به ما. ولی خب همه جا این ماجرا رو نمیتونن تحمیل کنن دیگه. تو این دوره شلوغی، بحران، ملوکل توایفی شدن بسا ایران، خیلی جاها خب مثلا یه سری آدم ارتشی مثلا محلی میگه غلط کردی، زمین ها اصلا مال منه، میگیرن. یعنی زمین های آخوندار رو دوباره پس میگیرن افراد دیگه، آدم های با نفوذ محلی، حالا هرکی که بودن تو جاهای مختلف. و یه دوره‌ای که تقریبا تمام این زمینا برگردونده میشه بهشون، میدیم مال کیمال دوره حکومت زندی است. چون اتفاقا نادرشاه افشار خیلی با اینا بد بوده. نادرشاه خیلی میخواسته اینا رو بزنه تو سر. دعوا مرافعه است بین نادرشاه، چون پول نداشته برای این جنگاش، اینا هم از این خمس و زکات نمیدادن، به تنشه میفته به جون آخوندا. ولی زندیه تمام این زمینای وقفی رو که آخوندا گرفتن و یه عده‌ای ازشون پس گرفتن و پس میده به آخوندا، و یه مقدار حتی زمین بیشتر هم میده به آخوندا. زمینای وقفی میدونین تحت توصیه کی؟ تحت توصیه انگلستان. زندیا اگر تاریخ رو دقت کرده باشید، یه سری از این تجاری که پشت زندیه رو گرفته بودن در واقع تاجرای تجارت با انگلیس بودن، یعنی طرفدارای انگلیس بودن اون موقع در داخل ایران، تا طرفدارای روسیه. اینها تشویق میکنن زندیه رو که بابا ما اینا رو لازم داریم، اینا جزو رفقا به اصطلاح برای کارهای ما لازمه، زمیناشون رو بهشون بدیم. یعنی یکی از عواملی که دوباره این آخوندا قبل از قاجار دوباره قوی میشن دوره زندیه است، اونم به توصیه انگلیس. فقط خواستم این تبصره رو بگم، شاید بعضی از رفقای نکته جالب رو ندونن. خیلی ممنون. یک سوال دیگه توی متن هست، به بحث امشب مستقیم بر نمیگرده ولی در هر صورت دو تا سوال هست، ببخشید شاید سه تا سوالا بیشتر شده. اوکی. یکی این که آیا با توجه به شکل تاریخی دولت در ایران، آیا لزوم یک خرد جمعی در مدیریت منابع مطرح می شود که با توجه به منافع جمعی و به شکلی یک مدیریت سوسیالیستی را مطرح کند؟ این یه سواله. و همین یه سوال دیگه هم هست در ضمن تعریف اردی. یا صاحب جان، من این سوال اول نفهمیدم، میشه دوباره بخونی؟ حتما. آیا با توجه به شکل تاریخی دولت در ایران، آیا من دقیقا اونی که نوشتن رو میخونم درست؟ آیا لزوم یک خرد جمعی در مدیریت منابع مطرح نمی شود که با توجه به منافع جمعی به شکل یک مدیریت سوسیالیستی را مطرح کند؟ این مفهومه. من دقیق سعی میکنم اونی که هست رو بخونم. و یه سوال دیگه هم در ضمن تعریف اردوی کار شامل کدامی نیروها در ایران خواهد بود؟ این دوتا را اگه بگی هنوز چند تا سوال دیگه مونده. باشه. اولیش اگر درست فهمیده باشم، به نظر من فرض کنید فردا در ایران انقلاب بشه، انقلاب کارگری بشه. انقلاب پرولتری بشه. این که الان این دولت عملا همه اموال دستشه، حتی این شرکت های خصوصی در واقع دولتی همشون، خب خیلی کمک میکنه به بعدش به ما دیگه، چون احتیاجی نداری کسی رو بندازی، اینا آردی دست دولت هست. یعنی از لحاظ برنامه ریزی برای این واحدها، برای اون دولت کارگری خب خیلی راحت تره دیگه، تا اینکه اول خلعیت بکنی بعد حالا تازه برنامه ریزی کنه. نقدن آخونده خلعیت رو کردن، هرچند اسمن ممکنه به اسم این و اون باشه، ولی واقعیتش اینه دست سپاه و دست دولت دیگه. جمع شدن اینا یه جا میتونه برنامه ریزی رو راحت تر کنه. به نظر برنامه ریزی سوسیالیستی رو، برنامه ریزی به اصطلاح به نفع توده مردم رو میتونه، اگه منظورتون اینه بله درسته، میتونه اتفاقا اون خرد جمعی سوسیالیستی در این شرایط ایران اتفاقا الان وضعیت خیلی مناسب تری رو داره. شاید حتی مثلا انگلستان فردا بخواد انقلاب بشه، اگه از این لحاظ منظورت. در رابطه با اردوی کارم، ببینیم اردوی کار به نظر من مسئله باز بحث خیلی ویژه‌ای لازم، بحث طبقات. به نظر من مارکس خودش گفته من طبقه کشف نکردم، مبارزه طبقاتی رو هم کشف نکردم. چیزی که من کشف کردم یا کشفم نکردم، چیزی که جدید و من گفتم اینه که این مبارزه طبقاتی ربط داره به وجه تولید موجود و در جامعه سرمایداری موجود. این وجه تولید موجود سرمایداری یعنی باعث خواهد شد که این مبارزه طبقاتی منجر شود به دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا. باید نتیجهش این بشه، درست؟ یعنی هی نریم رو تعریف طبقات، تعریف این تعریف اون، این مهم نیست. مهم اینه که اینا در سیاست، در مبارزه طبقاتی چه سیاست هایی رو برمیدارن. یعنی طبقات تو مبارزه طبقاتی تعریف میشن، نه اینکه یکی اونجا نشسته مثلا به این دلیل میگیم این جزو دهقانانه، به این دلیل میگیم از دلایل سوسیولوژی چون صبح یونیفرم میپوشد میرود کارخانه این کارگر است، یا این چون تعاریف سوسیولوژی بر اساس موقعیت توی اجتماع، توی تولید، اینجا اونجا میگه این کارگر است، این فلان است، این بهمان است. اولا اینا تعاریف مارکسی، مارکس به این کاری نداره، اصلا تعاریف مارکسیستی نیست. تعاریف سوسیولوژی که قبل از مارکس هم همشون وجود داشته. اون چیزی که مهمه چرا این آدمی که یونیفرم پوشیده صبح میره تو کارخونه اعتصاب میکنه میگه من این خواست رو میخوام، اینه که میکنتش کارگر، اینه که بهش نشون میده من تو این کارخونه 500 نفر هستیم، منافع مشترک داریم، اگه با هم متحد شیم این فلان کار رو بکنیم میتونیم این خواست از بورژوایی بگیریم. بعد تو این ملتفت میشه که بله این بورژوایی مثلا دولت هم پشتشه. یه تو مبارزه سیاسیه که منی که از نظر سوسیولوژیک تو ممکنه تعریف کنی کارگرم، تازه واقعا کارگر بشن. ولی کارگر نیستم، یه نفر هستم یه جا نشستم. حالا 100 نفر از ماها رو اسممونه بذاری کارگر، نذار کارگر، هر چی دلت میخواد بذار، چه فرقی میکنه؟ اگه فقط من یک مادم بدون حرکت یه جایی هستم، تعریفی فایده نداره از من بشه یا بکنی. من باید در حرکت خودم و ماهیت خودم رو نشون بدم دیگه. درچه به نظر من از دید مارکسیستی طبقه فقط در مبارزه تعریف میشه. طبقه ای که مبارزه نکنه طبقه نیست، یعنی اصلا خودش هم نمیشناسه. ذاتاً طبقه کارگر نیست، در مبارزه طبقاتی میفهمه که طبقه کارگره. بنابراین تعریف سوسیولوژیکش برای من اصلا اهمیتی نداره. که حالا کی این وسط خودشو گوشه جزوه این جرگه؟ فرض کن اینا مثلا 1926 تو انگلیس اعتصاب عمومی شد، دانشجوان و دولت اون موقع انگلیس دانشجوان رو بسیج کرد که اعتصاب شکنی کنن، یعنی دانشجوها جزو صدای انقلاب بودن دیگه. اعتصاب شکنهای 1926 ما دانشجوها بودن. بعد از جنگ جهانی دوم خود اتحادیه دانشجو میره عضو اتحادیه های کارگری میشه، به فدراسیون اتحادیه های کارگری میپیونده. دهه مثلا 70 دانشجو اتحادیه دانشجویی که چپترین اتحادیه های انگلیس بود تو مبارزات کارگری یا تو مبارزات اردوی کار. بنابراین حتی اینکه تو آیا هستی تو این طبقه یا نیستی، اگر میگیم تعریف سیاسیه، این تعریف سیاسی هم میتونه با زمانهای مختلف تفاوت کنه، یه چیز دینامیکه، یه چیز فیکس نیست که تو انگشت بخوای اینجاش بذاری. خود مارکس چجوری بیان میکنه کنسپت اردوی کار از کجا میاد؟ مارکس اینجوری بیان میکنه، تو مانیفست هم به این اشاره کرده و جاهای دیگه هم گفته، در جامعه سرمایه‌داری جامعه به تدریج میفهمه، میبینه، افرادا یعنی انسانهایی که به این واقعیت آگاه میشن الزاما نباید حتما کارگر باشن، ایکس باشن، ایگرک باشن، انسانها هر کی، حالا به هر دلیلی، چه از مبارزه چه به خاطر مشاهده و مطالعه، میرسن به این که با این سرمایه‌داری باید بیفته، فایده ای نداره. میگه به تدریج روشن میشه، فقط دو تا آلترناتیو بیشتر نیست دیگه، سوسیالیسم و سرمایه‌داری، چیز دیگه ای نیست. یعنی یا باید بذاری مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه ادامه پیدا کنه یا برنامه ریزی دیگه، دو تا دیگه راه حل عجیب و غریب دیگه ای موجود نیست و تمام تناقضات جامعه سرمایه‌داری و این هرج و مرجی که جامعه سرمایه‌داری ایجاد کرده دقیقاً میطلبه که باید سوسیالیستی بشه، باید برنامه ریزی بشه، اقتصاد با برنامه ما لازم داریم. خب اگه اینطوریه، بنابراین مبارزه طبقاتی، مارکس این عبارت استفاده میکنه، در جامعه سرمایه‌داری تسهیل شده، ساده تر شده. یعنی چی؟ یعنی بین دو تا اردوگاه بزرگه، یه دمی پیوندن به اردوی کار، یه دمی پیوندن به اردوی سرمایه، یه عده میخوان محافظ این سرمایه داری بشن، یه عده میخوان مخالف سرمایه داری بشن و سرنگونش کنن. اردو، دو تا اردو داریم در این جنگ طبقاتی. چون در جوامع قدیم خب یه ذره فرق داره دیگه، فئودالیسم داریم، روستایی داریم، تاجر داری، اینا هنوز سرمایه داری نشده که اینجور جامعه رو پولاریزه کنه. موقعی که جامعه تو پولاریزه میشه، دو تا اردوی متخاصم داری، تو این اردو هر کی که میاد میتونه بیاد. من نمیگم تو چون مثلا پرستاری حق نداری تو اردوی این بیای، یا تو چون مثلا بورژوایی حق نداری تو فلان، نه، تو مبارزه طبقاتی هر کی بیاد میاد تو این اردو، هر کی بیاد میره تو اون اردو، میتونه بشه. اینجوری باید نگاه کرد. ولی از لحاظ تجربی، از لحاظ پرکتیکال، از لحاظ عملی تو بخوای نگاه کنی، خب اردوی کار خیلی حالا تک و توکی ممکنه بورژوام توش بیان، به خاطر فکری از لحاظ علمی به این نتیجه برسن، وجدانشون به اصطلاح برخلاف به اصطلاح طبقه خودشون مثلا به این نتیجه برسن. همجوری خیلی ها رسیده شد، دیدیم تو تاریخ کم نبودن، هم تو خیلی عناصر دیگه میتونن اینجوری بشن، در این تردیدی نیست. ولی این به این معنا نیست که چیز خیلی رایجی خواهد بود، واضحه اون کسایی بیشتر میان تو اردوی کار که یا کارگرن، به این معنا که چیزی ندارن جز برای فروش، جز نیروی کارشون برای امرار معاش، یا اینکه خرده بورژوازی فقیرن، دست فروش ها، این کسایی که کسی را هم استثمار نمی کنن، توده کارگر دیگه ای رو نمیرن استخدام کنن و استثمار کنن، خودش در واقع خودش کارگره به یه شکلی، نیروی کار خودش و خانوادهش داره تکیه میکنه. فقرا به اصطلاح لایه‌های فقیر به اصطلاح پایینی خرده بورژوازی، اینا میتونن متحد باشن. زحمت کشان، دهقانان فقیر، یه سری لایه‌های پایینی جامعه خب خیلی راحت تر میتونن بیان تو اردوی کار تا یه سری لایه‌های بالایی. ولی خب هرچی جامعه میره جلوتر میبینید دیگه خرده بورژوازی هم پرولتاریزه میشه. یعنی واقعا تو نگاه کنی توی ایران خودمون بین لایه‌های پایینی خرده بورژوازی، توی دست شهری، کارگر چه فرقی هست؟ هیچی واقعا. یعنی عملا همه در همون بدبختی به سر میبرن که همه به سر میبرن. بنابراین خب واضح خیلی راحت میتونن بفهمن منافع مشترکم دارن. یعنی این کنسپت مارکس که میگه مبارزه طبقاتی به تدریج تبدیل به دو اردو میشود، این داریم میبینیم به چشم خودمون، هم توی اروپاش، تو آمریکاش، هم تو کشور عقب افتاده‌ای مثل ایران. هر چی سرمایه‌داری جلوتر بره واضح تر میشه که تنها آلترناتیو یا اینه یا اون. اوکی، این فکر میکنم دور آخر باشه. یک سوالی رو فکر کنم جواب ندادی، چون من دو تا سوال رو با هم پرسیدم. رفیقمون پرسیدن که پرسشش ظاهراً ساده ولی به نوعی خلاصه اختلافات استراتژیکی است که در چپ ایران وجود داره. آیا سرنگونی امپریالیسم و سرنگونی دولت سرمایه‌داری محلی مقدم است یا برعکس؟ بله ببخشید داره یه سوال. آره یه سوال دیگه جواب بدم. بله باز دوستانی که صحبت نمی کنن لطف کنن میکشون و خاموش کنن چون میان رو بفرما. ببین مسئله به نظر من از یه لحاظی خیلی ساده است. انقلاب در تحلیل نهایی یعنی قدرت دیگه، مسئله قدرت. مسئله قدرت هم یعنی مسئله دولت. بنابراین انقلاب هر جا که بخواد بشه اول باید یه قدرت دولتی رو سرنگون کنیم. بدون این اصلا معنا نداره دیگه. یعنی هر جایی شما بگی انقلاب داره میشه، قدم اولش باید میشه دولت اونجا رو سرنگون کنه، ولی انقلابی نشده دیگه. برای انقلاب باید از یه جا شروع بشه، نمیتونه اول از امپریالیزم شروع بشه. امپریالیزم چجوری میخوای بندازی؟ برای قدرت دولتی باشه که بندازی. برای انقلاب از یک کشور شروع میشه. ممکنه تحت شرایطی مثلا اروپا رو شما در نظر بگیرید، زمان مارکس و انگلز این ایده رو داشتن، حالا 100 برابر هم بیشتر اینطوریه. فرض کنید مثلا فرانسه بخواد انقلاب بشه و جنبش انقلابی شکل بگیره، بالاخره یه شبه که انقلاب نمیشه، مثلا 2 سال بحران انقلابیه تا این انقلاب بشه. جزء محالاته که این موج انقلابی در هلند و در آلمان و در ایتالیا و در انگلستان هم همون موقع شروع نشه. یعنی شما تصور کنید این نزدیکی اینا و در هم رفتگی تمام این کشورها و فرهنگشون و اقتصادشون در نظر بگیرید، جزو محالاته به نظر من یه انقلاب سوسیالیستی تکی مثلا بخواد تو اروپا بشه. اون موقعش که مارکس و انگلز میگفتن اگرم اینطوری بشه خب اینا لشکر میبرن، اصلا نمیذارن بشه. در صورتی که اتفاقا برعکس الان، چون انقدر امکان گسترشش حتی قبل از سرنگونی دولت فرانسه این انقلاب فرانسوی تو اروپا داره، ممکنه تا کار به اونجا بکشی که اینا بخوام بتونن دولت فرانسه رو بندازن، 4 تا دولت دیگر هم بتونی تو اروپا همون موقع بندازی. حالا یه شب هم نه، تا همون دوره همزمان، تا همون چند ماهه چند تا دولت اروپایی رو سرنگون کنی. یه دفعه یه موجی از این دولت‌ها رو سرنگون. میتونه اینم رخ بده. بستگی انقلاب از کجا شروع شه دیگه. فرض کنید یه جایی تو ایران مثلا شروع شه، یه انقلاب کارگری تو ایران. همین ملیت‌هایی که ما تو مرزامون داریم، آذریا، کردها، بلوچا، همه عربا، همه این ملیت‌هایی که دور و بر عمدتاً هم تو مرزهای ایران هستن، اگر یه موج انقلابی در ایران بلند شه بتونی تو این دولت مرکزی رو سرنگون کنی، خود همین ملیت‌ها میشن عامل گسترش انقلاب تو منطقه. یعنی خود همین ملیت‌ها تضمین میکنن که انقلاب تو منزوی نمونه، یه دفعه یه منطقه رو بگیره. بنابراین یک، دو، ولی به هر حال به هر شکلی انقلاب شروع بشه، چه توی یک کشور، چه توی منطقه، چه تو چند تا کشور با هم، عاقبت باید مراکز اصلی سرمایه‌داری جهانی رو اگر تصرف نکنه محکوم به شکست، برای اینکه نخواهد تونست رقابت کنه با سرمایه‌داری جهانی در مقیاس دراز مدت. ممکنه 50 سال دووم بیاره، خوش نگه داره، مقاومت کنه، ولی عاقبت شکست خواهد خورد، همینطوری که شوروی خورد. یعنی عاقبت اگر تو رو نیروهای مولده، حداقل نیروهای مولده تعیین کننده در سطح بین المللی کنترل نداشته باشی، نمیتونی برنامه ریزی کنی دیگه. برنامه ریزی که فقط صرف اسم برنامه ریزی نیستش که، برنامه ریزی که بتونه تحقق بده یه سری اهداف رو، این عملا نمیتونی بکنی دیگه، نداری. باید اینش از آمریکا بگیری، اونش از فلانجا بیه. یعنی انقدر اقتصاد جهانی، تقسیم کار جهانی دنیا رو به هم وابسته کرده، تو نمیتونی اصولا همچین برنامه ریزی. یعنی سرمایه داری تو ایران خلعیت میکنی، از سرمایه داری خلعیت نکردی، فقط قدرت سیاسی شو تو ایران ازش گرفتی. قدرت خودش باز میتونه وصف کنه به همین قدرت جهانی سرمایه داری. یعنی باید گسترش پیدا کنه، ولی گسترش نه اینکه الزاما همه دنیا رو باید حتما بگیره، نه، حداقل باید به چند کشور عمده سرمایه‌داری جهانی سرایت کنه که تو بتونی نیروهای مولده تعیین کننده رو در سطح بین‌المللی زیر کنترل بگیری. برای عاقبت یکی منجر باید به دیگری بشه. یعنی اگر انقلاب سوسیالیستی در یک کشور منجر به سقوط امپریالیسم نشه، شکست خورد. ولی این که اول امپریالیسم رو بندازیم بعد سوسیالیسم، خب این هم که جزو محالات دیگه، چون امپریالیسم سرمایه‌داریه. یه چیزی که ما در ایران فراموش کردیم تو انقلاب 57 هم همینه، یه چیزی که همین امشب هم بحثش شد، رفیق یاسمن اشاره کرد که ده فکر میکنن چون خمینی ضد امپریالیسته، حالا ماها دیگه نمیتونیم بگیم ضد امپریالیستیم. اتفاقا این مشکلی بود که ما در انقلاب 57 داشتیم دیگه. ضد امپریالیست بودن چیزی جز ضد سرمایه داری بودن نیست. گذشت دوران دو قرن پیش که مثلا دوران استعمار که حالا مثلا ضد مثلا امپریالیست بودن صرفا این مسئله استقلال بود. مستعمره کردن، ما رو به اسارت کشیدن، ما استقلال میکنیم، یه حق به حق دموکراتیک اون مردم دیگه، و میتونن هم بگیرن و میتونن حتی توی شرایطی بورژوازی هم رهبریش کنه. اتفاقا انقلاب کارگری هم نشه برای تحققش، همونطوری در خیلی جاها شد. جنبش مترقی است، ما هم باید ازش دفاع کنیم علیه به اصطلاح امپریالیسم، استقلال از امپریالیسم. ولی از جنگ جهانی دوم به این طرف که گفتم همه جهان سرمایه داری شده دیگه، فرق داره با دوران جنگ قبل از جنگ جهانی اول. از جنگ جهانی دوم به این طرف شما به من یک کشور بگین که نمیشه بهش گفت سرمایه داری دیگه، وجود نداره، همه جای دنیا سرمایه داری شده. من که خبر ندارم، کسی داره بگی. همه جای دنیا دولت ها بورژوایی شدن. در یه همچین شرایطی مبارزه ضد سرمایه‌داری رو از مبارزه ضد امپریالیستی نمیشه جدا کرد. یعنی اون کسی که میگه من ضد امپریالیستم یعنی داره مبارزه میکنه علیه سرمایه، اگه نکنه دروغ میگه. مبارزه ضد امپریالیستیش کشک، رقابت سر تقسیم غنایم، سهم بیشتر میخواد. یعنی واقعا ضد امپریالیست نیست، از امپریالیسم میگه آقا سهم منم باید اینقدر بدی، نمیتونی دیگه. دوران قدیم نیست، منم برای خودم مثلا زوری دارم، باید به من جوجه امپریالیستم برای خودم، تو هم باید به منم یه سهم بدی، همونجوری سهم به فرانسه میدی سهم به منم باید بدی آمریکا. دعوای آخوندا با امپریالیسم آمریکا سر سهمه، سر این که میخواد سرمایه‌داری سرنگون کنه که نیست. در نتیجه اصلا ماهیتاً امپریالیستی نیست، همونجوری که میبینیم نبوده. فردا آمریکا رضایت بده، چهار تا چیز به اینا بده، اینا چرا قربون صدقه آمریکا برن که بویا بود. بنابراین به نظر من نه، مبارزه ضد سرمایه‌داری اصله و نقطه شروعونه و دولت هدف این مبارزه است و بعد از سرنگونی این دولت این باید مبارزه گسترش پیدا کنه تا سرمایه‌داری جهانی سرنگون بشه. سرمایه‌داری جهانی که سرنگون بشه نظام امپریالیستی هم از بین رفت. مرسی، خیلی ممنون. یاشار عزیز، با اجازه سوال در رابطه با استالین و کمک به کوچ یهودیان رو بذاریم یه جلسه دیگه، چون این جلسه ویژگی داشت و در ضبطش هم میخوایم تأکید کنیم رو بحثایی که به استراتژی انقلاب برمیخورد حاشیه نریم. حتما یه جلسه دیگه باید بذاریم، تو اون میشه به این مسئله هم اشاره کرد. مسئله وقت نیست، من میخوام بحث متمرکزتر باشه. سوال دیگه من نمیبینم. ادمین های عزیز اگه من چیزی رو فراموش کردم بنویسید یا بگید، بفرمایید. بله، سارا خیلی وقت که دستش بالا بود، البته میبره پایین بالا، نمیدونم خودش حالا صحبت کردنشون. سارای قاضی نمیگید. اوکی، سارای ببخشید، سارای دوم دستشون آوردن پایین، برای همین من نخواستم، ولی اگر سوالی دارن الان نوبتتونه، بفرمایید. خیلی ممنون. ببخشید من فقط اولا تشکر کنم دوباره، واقعا ممنونم، چه ویو جالبی من نشنیده بودم. اگرچه موافقم با شما و اینکه همونی که کامبیزم خلاصه کرد بحث شما رو، که واقعا هم کوچکترین تقاضاهایی که مردم دارن در ایران و تو این دوره زنا داشتن یه جنبه کاملا انقلابی داره، اینقدر که به هم بافته شده این رژیم. من حدود 40 سال خارج کشور زندگی میکنم، آمریکا، و باید بهتون بگم که به نظر من استراتژی انقلاب باید یه چیز جهانی هم باشه، همین الان به صورت ایمیدیت. در آمریکا که یک کشور متروپول هست، یکی از قوی ترین سرمایه‌داری‌های جهانه، مردم در همون وضعیت ایران زندگی میکنن، به این معنا که در آمریکا حتی مسئله غذا، اینکه ما یه غذای سالم داشته باشیم و اینکه مردم بتونن این غذا رو بخرن و بخورن، مسئله هوا، مسئله محیط زیست، جنگ های بی پایان. وقتی من میگم بی پایان، 40 خورده سالی که از وقتی که من اومدم همیشه آمریکا در جنگ بوده، 10 سال، 20 سال، تمام نشدنی. مردم آمریکا رو واقعا تقریبا میتونیم بگیم اصلا از این خواب پرونده که یک جامعه ظاهرا سرمایه‌داری به اصطلاح دموکراتیک میتونه حتی کوچکترین خواسته های مردم رو بهشون بده. تمام. و این بیخانمانی، قیمت گرونی خونه که واقعا اسف انگیزه، نه اینکه الان بوده، هر دهه وضع آمریکا مثل ایران به همون اندازه تنزل میکنه. همه در مرز ورشکستگی هستن، وضع زنها از همه بدتره، با وجود اینکه 70% زنای آمریکا کار میکنن، به صورت جدی توی بازار کار هستن. و آزادی ها، من یادم میاد وقتی که جنگ عراق میخواست صورت بگیره توی سانفرانسیسکو 1.5 میلیون مردم توی خیابون بودن، مردم عادی بودن، حتی سیاسی نبودن. متنفر بودن، بیزار بودن، فریاد میزدن پول تکس ما رو برای جنگ دیگه ندیم، ما نمیخوایم. اصلا کسی به حرف اونا گوش نداد. یعنی میخوام بگم سرمایه، و بعدش هم بگیم شاید از 12 سال پیش که جنبش آکیوپای که جنبش کارگری نبود ولی همین جزء همین گروه هایی که شما گفتید در ایران هم خیلی حالت انقلابی دارن، بچه کارگرها، خورده بورژواها که آینده ای ندارن در این سیستم، اونا اومدن و این بحث رو مطرح کردن توی ذهن کانشسنس آمریکایی ها برای اولین بار. ببین ما 1% بر علیه 99%. جامعه آمریکا بین کشورهای سرمایه‌داری دیگه تقریبا با وجودی که تاریخ مبارزاتی زیادی هم ندارن کارگراش، تنها کشوری بود که موبیلیتی طبقاتی، یعنی شما احساس نمی‌کردین که توی طبقه قفل شدین. میرم دانشگاه وضعم اینجوری میشه، کارگرها خیلی وضع خوبی داشتن برای مدتی. حتی در جامعه آمریکا و همه اعتقاد داشتن که ما یه جامعه تقریبا بی طبقه‌ایم، همه کار میکنیم. الان از 12 سال پیش آمریکایی یا حتی دست راستی ها آیدنتیفای میکنن، قبول دارن این بحثو که ما توی کشوری زندگی میکنیم که 99% مردم تحت فشارن و 1% هستن که دارن راحت زندگی میکنن و خون بقیه رو توی شیشه کردن. میدونید یعنی میخوام بگم این سرمایه‌داری و اینکه وقتی جنبش تو ایران شد، توی این گروه هایی که در خارج کشور، در آمریکا لااقل من دیدم و چیز اروپا رو دنبال میکردم، مردم این کشورها همون احساس رو داشتن، احساس خفقان، احساس اینکه یه دولت قدرتمند زورگو که اصلا حرف مردم براشون هیچ پشیزی ارزش نداره، سر کاره و نه ما میتونیم کرایه خونمون رو کنترل کنیم، نه پول غذا، نه دارو، نه جنگ‌های بیپا، هیچ کاری رو ما روش کنترل نداریم. یعنی میخوام بگم این سیستم سرمایه‌داری در سطح جهان اینقدر گیر افتاده که هر کسی در هر جایی مخالف این سیستم الان، و حتی در آمریکا که من دنبال کردم جنبه‌های فرهنگی اجتماعیشو، حتی مردم آرزوی زندگی کردن در یک جامعه سرمایه‌داری رو دیگه ندارن و بعضی موقع آمار گرفته بودن، مثلا 60% جوانای زیر 30 سال در آمریکا گفته بودن ما موافقیم با یه حکومتی که شبیه سوسیالیستی باشه. همین می‌خواستم، یعنی ما باید روی اینم تبلیغ کنیم که الان در جهان هیچ کس اون سیستم سرمایه‌داری رو نمیخواد و اون چیزایی که یکی از شما گفتین و یکی از دوستانم اشاره کرد، تکالیف دموکراتیک، باید راجع به این فکر کنیم. اصلا سیستم سرمایه‌داری دیگه اصلا جذاب نیست، پایه نداره، هیچکی نمیخواد بره سر این کاری که حقوق خوب داره، یه خونه داشته باشه، یه ماشین جلوی خونش باشه. مردم آرزوهای بزرگتری رو پیدا کردن که در صلح و آرامش و انسانیت بتونن همه با هم با عشق زندگی کنن. به نظر من، حالا ببخشید، امیدوارم که ربط داد این حرفایی که زدم. خیلی ممنون سارای عزیز. تراب جان، باید من دیگه مطلبی نمیبینم، اگر لطف کنی صحبت جنبندی و پاسخ یا نظرت راجع به صحبت سارا رو هم بگی، خیلی ممنون. بله، اتفاقا این نکته‌ای که سارای عزیز گفت خودش جنبندی صحبت منم هست. منم در واقع به یه شکلی داشتم همین حرفا میزدم که ببینید وضعیت به یه جایی کشیده که اساسا مهم نیست دیگه این بحثای سنتی و قدیمی ها. واقعا انبوه توده ها نمیخوان این وضعیت رو، یکی به این دلیل، یکی به اون دلیل، یکی به هزاران دلیل. ولی واقعا ما رسیدیم به یه جایی که سرمایه‌داری، حالا من تو ایرانشو داشتم توضیح میدادم، ولی حالا دقیقاً از موقعی که این سرمایه‌داری دوره بعد از جنگ جهانی شده دیگه معنی نداره تو یه کشور رو به اصطلاح قبل سرمایه‌داری نگهداری، بعد خودت اینجا مثلا هی جلوتر بری. دنیای سوم و اون دنیایی که عقب افتاده نگه می‌داشتی رو آوردی وسط مملکت خودت. یعنی این دوره استیلای سرمایه مالی در واقع دیگه اصلا توجهی به این که واشنگتن چه گور پدر واشنگتن من اگه میتونم الان پولم وردارم ببرم مثلا اسرائیل، پول بیشتر درارم میبرم اونجا، واشنگتن برای من اهمیتی نداره. یعنی این گلوبالایزیشن سرمایه مالی یه شرایطی ایجاد کرده که این قطبی شدن دنیا همه جا هست، در همه جا، در هر شهری، در هر کشوری، در هر قاره شما برین دنیا پولاریزه شده. تو یک کشور خودش اینجوری نشون میده که 1% همه چی دارن، 99% هیچی ندارن. توی دنیا اینجوری خودش رو نشون میده که ما هنوز در آفریقا باید بر بدبختی و فقر و قحطی و اینا زندگی کنیم، این بر ببین چه وفور نعمتی هست. یعنی قطبی شدن شما تو همه عرصه های حیات بشری دارین میبینید و اتفاقا این شرایطی رو فراهم کرده که به جای اینکه ما زیادی تو این به اصطلاح چی میگن مارکسیسم کلاسیک بین الملل دوم، این مارکسیسمی که خیلی به اصطلاح دترمینیسم اقتصادی و سوسیولوژی و ماتریالیسم خیلی عقب افتاده است، ماتریالیسم به قول مارکس زمخت، این ماتریالیسم زمخت که دورانش گذشته. ما باید عمومیتر فکر کنیم، اساسیتر فکر کنیم. شما پدیده جنبش اعتراضی به جورج فلوید تو آمریکا و سیاهی که کشتش، پلیس کشتش رو نگاه کنید، نکته‌ای که رفیق موسی را داشت میگفت، ببین چجوری در عرض 2 هفته همه رو آورد. یعنی بومیای آمریکا، آمریکایی‌های اصیل، زنان، به اصطلاح عرب هایی رو که تو آمریکا به اساس ستم ریسیستی علیهشون اعمال میشه، خیلی توده های وسیعی رو که دانشجوها، توده های وسیع یه دفعه فوری احساس اشتراک کردن. یعنی این خیلی قویه تو دنیا. این ما در جنبش زن زندگی آزادی تو خود ایران هم دیدیم چجوری رفعه اینی که انگشت کشی رو قلب همه، برای اینکه دنیا اینطوری شده، سرمایه‌داری کار رو به یه جایی رسونده که زندگی همه در خطره. همه ماها الان امر مبارزه با سرمایه‌داری رو امر حیاتی تلقی میکنیم در واقع. همین من همین با همین نکته و میخواستم بگم تو ایران هم اتفاقا این ظلمی که این رژیم آخوندی کرده در این 40 ساله شرایطی رو ایجاد کرده که یه جمعیت عظیمتری رو علیه این ظلم میشه بسیج کرد تا زمان شاه حتی. بنابراین اتفاقا انقلاب آینده ما میتونه خیلی رادیکالتر از اینایی باشه که تا حالا تصورش رو میکردیم، همه چی رو با هم زیر و رو کنه. امیدوارم. به قول رفیق کامبیز 2 ماه دیگه. خیلی ممنون. فکر میکنم بحث خیلی خوبی بود و طولانی شدنش نشان اینیه که خیلی علاقه داشتند، خیلی سوالهای خوب مطرح کردند و امیدوارم، من فکر میکنم بازم مجبوریم به این بحث برگردیم ولی ببینیم چجوری برگردیم. یادآوری کنم که اولا هم من هم ادمین یک وبسایت صدای انقلاب رو چندین بار توی چت زدیم، آدرس ایمیل ما هم اونجاست. برنامه هفته آینده چهارشنبه 22 نوامبر، پرویز صداقت که راجع به دوگان ناسیونالیسم و سیاست هویت‌گرا در برابر جنبش ژینا رو مورد بحث قرار میده. همین ساعت 6 به وقت لندن، 7 اروپای مرکزی جلسه شروع میشه. امیدوارم هفته دیگه هم با ما باشید. خیلی ممنون از بحث خیلی خوبی که تراب ارائه کرد و فکر میکنم سوال و جواب های مناسب و به جایی که بعدش صورت گرفت. با اجازه و با تشکر از همه شما من جلسه رو تموم میکنم. خیلی ممنون. مرسی.